نخستین ضربه سخت قندهاری ها بر حقانی ها. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. گزارشنامه افغانستان در یک خبرنامه می نویسد: نخستین ضربه قندهاری ها به حقانی ها. قاری حمیدالله اهل ولایت خست، چهره ارشد شبکه حقانی، فرمانده قول اردوی کابل و همچنان فرمانده قطعه بدری، از سوی فرکسیون قندهاری ها کشته شد. هدف از حمله بر شهر صدبستر به طور اخص کشتن قاری حمیدالله بود. شاهدان صحنه گفتند که 5 فرد عملیاتی مسلح در لباس پرسنل پزشکی شفاخانه به اتاق هجوم آوردند که محل بود و باش قاری حمیدالله بوده است. شاخه قندهاری گروه طالبان تجدید قوا کرده است و با کشتن قاری حمید نخستین ضربت خود را بر شبکه حقانی وارد کرده است. هیچ کسی مسئولیت نگرفت. طالب برای لاپوشانی جریان درونی طالبان نام داعش را به عنوان مسبب حمله بر زبان آورد. امکان استمرار حملات این چنینی زیاد است و ضد حمله حقانی ها نیز خشنتر خواهد بود. در همین حال وزارت دفاع حکومت سرپرست طالبان اعلام کرد که حمله کنندگان انتحاری به شفاخانه نظامی سردار محمد داود خان در منطقه وزیر اکبر خان شهر کابل از پای در آمدند. عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع حکومت سرپرست طالبان، شمار مهاجمانی را که در این حمله دست داشتند مشخص نکرده، اما گفته است که این مهاجمان قصد ورود به شفاخانه سردار محمد داود خان را داشتند. با گفته خوارزمی، گروه از مهاجمان انتحاری حملات خود را به هدف اخلال وضعیت امنیتی و به چالش کشیدن نیروهای طالبان ساعت 12 چاشت روز سه‌شنبه 11 عقرب به این شفاخانه آغاز کردند. چنان که اعلام شده است، این حمله تا نزدیک به ساعت 7 شام به وقت کابل ادامه یافت. خوارزمی میگوید که مهاجمان ابتدا مواد انفجاری را به داخل شفاخانه انداختند و قصد ورود به این محل را داشتند. سخنگوی وزارت دفاع حکومت سرپرست طالبان شمار تلفات این حمله را مشخص نکرده است، اما گزارش شده است که در این حمله ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در صفحه توییترش نگاشته است که حمله داعشی‌ها بر شفاخانه 400 بستر ناکام شد. همچنان 5 داعشی کشته شدند. او تاکید دارد که برای تصفیه شفاخانه از هلیکوپترهای نظامی هوایی نیز استفاده شد که بر بام شفاخانه نیروهای ویژه را پایین و شفاخانه را تصفیه کردند. سخنگوی طالبان می‌افزاید که در این رویداد 3 زن، 1 طفل و 3 جنگجوی طالب زخمی شدند. با گفته ذبیح الله مجاهد، جنگجویان طالبان این حمله را در ظرف 15 دقیقه مهار کردند. هنوز گروه تروریستی داعش در این مورد سخن نگفته است. ساعت پیش از 2 انفجار در نزدیکی شفاخانه 400 بستر در حوزه 10 امنیتی شهر کابل با وقوع پیوسته بود. خبرگزاری رویترز با نقل از سخنگوی طالبان گزارش داد که در انفجار در نزدیکی بیمارستان نظامی سردار محمد داود خان در کابل، پایتخت افغانستان، دست کم 15 نفر کشته و 34 نفر زخمی شدند. دکتر عبدالله عبدالله، رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، در برگه رخنامه‌اش در واکنش به یورش بر شفاخانه 400 بستر نوشته است: با تأسف فراوان، بار دیگر دشمنان انسانیت بالای مردم عزیزمان در درمانگاه سردار محمد داود خان حمله خونی نمودند که متاسفانه در این حمله تعدادی از هموطنان ما شهید و زخمی گردیدند. وجود است در حالی که وقوع چنین حملاتی را شدیداً محکوم می‌کنیم، به هموطنان داغ‌دیده ما در این حادثه خونین ابراز تسلیت و غمشریکی عمیق داریم. مردم افغانستان سالیان زیاد قربانی چنین حوادث بودند و با درد و رنج بزرگی را به دوش کشیدند. اخلاق و روش اسلامی و انسانی ایجاب می کند تا شفاخانه ها، مؤسسات خدمات عامه و سایر اماکن عمومی باید از هر گونه حمله مسئول باشد.
در پایان پیام عبدالله آمده است که برای شهدای این حادثه خونین از بارگاه خداوند متعال بهشت برین، برای زخمیان شفای عاجل و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت میکنم. از سوی هم حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز یورش تروریستی بر درمانگاه 400 بستر را نکوهش کرده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در توییترش در واکنش به یورش جنگجویان گروه داعش بر درمانگاه 400 بستر را نکوهش و نوشته است که یورش تروریستی بر درمانگاه سردار محمد داودخان را که در نتیجه آن شماری از هموطنان ما شهید و زخمی شدند به شدیدترین الفاظ تقبیح می کند. حامد کرزی این حمله را جنایت ضد بشری دانسته و آن را ادامه دسایس علیه افغانستان خواند و برای نجات کشور از این دسایس بر درک درست حالات و تقویت هرچه بیشتر اتحاد و اتفاق ملی تاکید کرده است. رئیس جمهور پیشین افغانستان مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانواده های قربانیان این حادثه المناک ابراز داشته است. بارگاه خداوند لایزال برای شهدا بهشت برین و برای زخمیان بهبودی عاجل استدعا می نماید. این در حال است که حمله مهاجمان مسلح بر شفاخانه نظامی در منطقه وزیر محمد اکبر خان شهر کابل با چندین کشته و زخمی پایان یافت. شاهدان عینی از محل رویداد میگویند که حمله مهاجمان مسلح بر شفاخانه نظامی در منطقه وزیر محمد اکبر خان شهر کابل با بازداشت دو مهاجم پایان یافته است. این حمله حوالی ساعت یک بعد از ظهر در منطقه وزیر اکبر خان بر شفاخانه نظامی سردار محمد داودخان رخ داد. گفته شده که در این حمله یک مهاجم نیز در درگیری با نیروهای طالبان کشته شده است. شاهدان عینی میگویند که در ابتدا یک انفجار در دروازه ورودی این شفاخانه انجام شده و سپس چند مهاجم وارد آن شدند. یک مسئول طالبان حدود دو ساعت پس از درگیری در محل رویداد به خبرنگاران گفته است که افراد آنان توانسته دو مهاجم را بازداشت کنند و به این ترتیب حمله مهاجمان پایان یافته است. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی طالبان گزارش داد که در انفجار در نزدیکی بیمارستان نظامی سردار محمد داودخان در کابل پایتخت افغانستان دست کم 15 نفر کشته و 34 نفر زخمی شدند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.